اینسنس بیبی. امروز میخوایم راجع به اینسنس یا بخور حرف بزنیم و توی این ویدیو قرار یک عطر متحیر کننده بر پایه اینسنس رو بهتون معرفی کنم. لطفا خانم‌ها ویدیو رو نبندن و نرن. این عطر برعکس بقیه عطرهای اینسنسی اصلا حالت مردونه و صرف مرد سالارانه نداره، بلکه کاملا یونیسکسه و به همون راحتی که یه آقا میتونه عطر استفاده کنه، خانوما هم میتونن استفادهش کنن. عطر سرف 5 از برند تاور یا اینسنس اکستریم یکی از متحیر کننده ترین عطرهای اینسنسه. بریم یه بررسی از این عطر داشته باشیم. بچه ها سلام، خوش اومدیم به کانال یوتیوب سمور. اسم من کیوانه و توی این ویدیو میخوام عطر اینسنس اکستریم یا تاور شماره 5 رو بهتون معرفی کنم. همونطور که اشاره کردم یک عطر اینسنس یا بخور کاملا منحصر به فرد و متحیر کننده، نه فقط به خاطر بالانس واقعا بی‌نظیر ترکیبش، نه فقط به خاطر هارمونی و کیفیت بالای روایحی که توی این عطر به کار رفته، بلکه به این دلیل که تقریبا شبیه هیچ عطر بخوری که توی بازار ایران وجود داره نیست. اساسا توی خارج از ایران هم چندان مشابهین رو پیدا نمی کنین. میخوام یه بررسی از این عطر داشته باشیم، اما اینو میخوام بهتون بگم اگر خواستین این عطر رو تهیه کنین از طریق لینکی که توی قسمت توضیحات یا دسکریپشن همین ویدیو پایین این ویدیو درج میکنم با فروشگاه The Perfume Land یا سرزمین عطر کرمان تماس بگیرید. دقیقا همون آدرس اینستاگرام و نه هیچ فروشگاه دیگه با این نام، همون آدرس اینستاگرام رو کلیک کنید و باشون تماس بگیرید و اونجا عطرتون رو تهیه کنید. بریم با نوت‌های عطر اینسنس اکستریم شروع کنیم. اوکی، توی سایت فرگرانتیکا هستیم و توی صفحه سرف 5 اینسنس اکستریم تاور. شیشه طبق معمول پنتاگونال و سایزشون همیشه 50 میله. اینجا برخلاف بقیه عطرا که به صورت در واقع انگلیش عدد نوشته میشه، اینجا عدد رو به صورت لاتین میبینید که وی یا 5 در واقع اسم این عطره که میریم پایین و سراغ نوتاش میرسیم. این قسمت توی سایت فرگرانتیکا رو وقتی بزنین شو ووتز، رأی کاربرا رو نشون میده روی در واقع برتری روایحی که توی عطر به کار رفته. به ترتیب اینسنس یا بخور، چوب سدروس، کوریاندر سید یا تخم گشنیز، نوت‌های چوبی، اوریس روت یا ریشه زنبق، پتی گرین یا بذاریم بگیم برگ نارنج، به صورت خیلی متداول گفتم برگ نارنج، و اکورد کهربا یا امبر. همونطور که از نوت‌های این عطر مشخصه، این یک عطر بخوریه، یعنی یک عطر اینسنسه و روایح دودی توش ارجحیت دارن و بر پایه روایح بخور یا دود و روایح چوبی و مرکباتی استوار شده. اما یه فرق کامل، یه فرق اساسی بین این عطر و بقیه عطرها وجود داره که راجع به اون باید اینجوری مقدمه سازی کنم. بخور جزء لاینفک دین مسیحیته. همه شاخه‌های مسیحیت از بخور برای تدخین یا به اصطلاح میکروب کشی کلیسا استفاده می‌کردند و اون در واقع به عنوان یک سنت، به عنوان یک ترادیشن تا به امروز حفظ شده و در واقع ازش توی مراسم مختلف استفاده میکنن. حالا هر کدوم از شاخه‌های مسیحیت مثل ارتدوکس، مثل کاتولیک‌ها، اینا بخورهای مختص به خودشون رو دارن و بخوری که توی این عطر استفاده شده یه جورایی من رو یاد بخور کلیساهای ارتدوکس میندازه، یعنی کلیساهایی که توی روسیه و در واقع بعضی از کشورهای شوروی سابق رایج هستن. کلیساهای کاتولیک معمولا از فرانکینسنس و مور استفاده میکنن، همون بویی که توی عطرهایی مثل جیمز هیلی کاردینال یا مثلا کوم ده گارسون آوینیون حس میکنه. اینا عطرهای بخوری بر پایه اولیبانوم هستن. توی این عطرم شما اولیبانوم رو به وضوح حس میکنین. عطرهایی مثل جیمز هیلی کاردینال، کوم ده گارسون آوینیون، مونتل فول اینسنس و اودین 07 تانوکی، اینا عطرهایی هستن که رایحه محوری و کلیدی اونها اولیبانوم یا صمغ کندره و یه جورایی میشه گفت بر پایه این رایحه استوار هستن و این رایحه با اختلاف بسیار زیاد از باقی عناصر ترکیب اولویت داره و هژمونی داره به ترکیبشون. بنابراین توی اینجور ترکیب ها شما یک رایحه محوری و مرکزی اولیبانوم حس میکنین که خیلی ممتده،
خیلی پرزوره و سعی میکنه تمام وجوه اولیوانوم رو بهتون بده. اولیوانوم چه حسی داره؟ بدون اینکه بوی سوختن بهتون القا کنه، حس دود رو توی ذهنتون متبادر میکنه و انگار وقتی حسش میکنه، وقتی بوش میکنه، حس میکنه هوا وجود نداره. همه اطرافشون این حس رو دارن. حس میکنه هوا وجود نداره، حس میکنه اکسیژن کم میارین و یه هیجانی بهتون میدن که من بعضا توی بعضی از اطراف حس میکنم این یه خورده هیجان کاذبه و زیادیه. مثلا مونتل فولینسنس و از اون بیشتر تانوکی 07 اودین واقعا عطریه که اصلا اون حس هیجانش یه خورده زننده میشه. حس میکنی یکی داره سرتون کلاه میذاره. 05 تاور یا اینسنس اکستریم دقیقا اینجوری نیست. دقیقا برعکس اینه. نه تنها ممتد و خطی نیست و بازی داره از اول تا آخرش، بلکه اصلا هیجان بیخودی و الکی رو دروغین رو بهتون نمیده و اساسا محوریت اصلی این عطرم سمق کندور نیست و بلکه کندوریه به اسم کندور هندی، یعنی اون کندور عمانی یا کندور عربی نیست. کندور هندی خود فرق داره با کندور عمانی و تو این عطر اون کندور استفاده شده و همین دلیل که بوش نادر و متفاوت از بقیه عطرهای اینسنس. این عطر یه حالت دراماتیک و کمی مغموم داره، عین ادبیات میمونه، عین ادبیات مثلا روس میمونه که حس مغموم دارن. به همین دلیله که نظیر همین رایحه دراماتیک و غمزده و چجوری میگن جذاب و گیرا رو توی عطر زاگورسک از برند کم ده گاخسون حس میکنه. میدونه این عطر و آوینیون جز سری 5 تای اینسنس کم ده گاخسون هستن و هر کدوم از اینا به یک شهر که توی ادیان مختلف اهمیت دارن به نام اون شهر نامگذاری شدن. زاگورسک هم در واقع مربوط میشه به بوی بخور در کلیسای ارتودکس. مقدمه رو حال کردین خدایی؟ سمور از اینجور اطلاعات بهتون میده. اگه میخواین راجع به عطرای کلیسایی و بخوری بیشتر بدونین، اصلا میخواین راجع به بخور در کلیسا و دین بیشتر بدونین، این لینکی که بالا ظاهر میشه رو کلیک کنین و برین توی سایت سمور و اون مقاله رو بخونین. به همتون که طرفدار عطرای کلیسایی و عطرای در واقع بخوری هستین توصیه میکنم حتما این پست رو مطالعه کنین. برسیم سراغ 05. من سمپل دستیزش رو از خود آقا میلاد از همون فروشگاه سرزمین عطر گرفتم و چون من سمپلمو چند ساله تموم کردم و در واقع وقتی اینو اسپری کردم یک سری خاطرات زنده شد. من راجع به شباهت این با زاگورسک کندگاسون هیچ حرفی نمیزنم چون زاگورسک رو احتمالاً خیلی سخت بتونین پیدا کنین، یعنی تقریبا ممکن نیست پیدا کردنش، ولی این رو میشه در واقع توی ایران توی همون لینکی که گفتم پیداش کنین. شروع این عطر یک حالتی شبیه بوی چوب خیس داره که انگار چوب خیسیه که تازه بریده شده و انداختنش مثلا زمین، انگار مثلا یه درختی رو تازه قطع کردن، یه درخت خاصی رو احتمالاً از گونه سوزنی برگ قطعش کردن، قطع قطعش کردن و توی جنگل هم برسوا زمین خیسه، احتمالاً بارون خورده اونجا، جنگل همچین سرد و مه گرفته ای داره و این قطعه های در واقع چی میگن کنده های چوب رو غل دادن افتاده، یه چند تا شون هم افتاده توی یه آبچالایی که گل دارن و چوب گلی شده، گلمال شده و یه جورای اون بوی تازه چوب و بوی خیسه در واقع خاکی مانندی با هم دیگه قاطی شدن. این شروع به همین دلیل منحصر به فرده، اصلا حالت خشک بهتون نمیده این عطرای اولیوانوم که حس کنی آی نفس نمیتونم بکشم، نه کاملا برعکس، یه حس تراوت خاصی توشه و اینسنسش به همین دلیل اصلا حالت بروتال و اینجور واه عربده کش نداره، بلکه خیلی نرم عمل میکنه. علارغم این که میگم نرم، فکر نکنه موندگاری پایینی داره یا نشت بوی پایینی داره، نه بمبیه برای خودش، ولی اصلا آزاردهنده نیست. یعنی واقعا یه نبوغیه این تو عطر که شما عطری بسازین که قشنگ بگیره فضا رو اما در این حال عربده نزنه، در این حال زور نگه یا این زره عمل نکنه، قشنگ روی پوست بشینه. این حس تراوت رو چه موادی توی این عطر ایجاد میکنن؟ پتی گرین همین و کوریاندر، این تخم گشنیز. میدونین که اندی تاور با این کوریاندر خیلی خوب کار کرده تا الان، 02 03 اوکوات و دزرت، تو خیلی از عطراش این
کوریاندر وجود داره و واقعا هم خوب بلده با شکار کنه. پتی گرین هم یکی از اون نوتای مرکباتی خیلی پانچ و سبزه که کاملا مشخصه دیگه، از برگ نارنج، از برگ مرکبات گرفته میشه این ماده و کاملا حس سبز و تلخ بهتون میده. و تقریبا یه نیم ساعت بعد از اینکه شما این عطر رو اسپری کردین، فضای چوبی این عطر بولد میشه، میاد بالا و یه فضای چوبی خیلی تعریف شده، کلاس بندی شده و جدیه. اصلا حالت شرقی، حالت شیرین و اورینتال و اینا نداره. کاملا بر محوریت چوب سدروس یا سداروود قرار داره. و نهایتا وقتی این عطر روی پوستتون نشست و نشست و نشست و حسابی از شروع عطر زمان گذشت، شما بگین چی قراره بیاد بالا؟ چی رو قراره حس کنین؟ قاعدتا از ویدیوهای قبلی که راجع به اندی تاور گذاشتم میتونین حدس بزنین. امبر. البته اینجا بین انبر نهنگ و اکورد امبر یه اختلافی هست. به نظر من فرگرانتیکا اشتباه کرده گذاشته امبر. باید میذارش انبر یا امبرگریز. چون فکر میکنم این چیزی که من دارم اسم میکنم خیلی 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 بیشتر به امبرگریز شبیه تا اکورد امبر. شما ردی از اکورد امبر به اون صورت کلاسیک مثل امبر 83 و اینا تو این عطر نمیبینین. حرفامو به صورت کلی بخوام بگم، اینسنس اکستریم عطریه که شروعش یک حالت گازدار و ادویه مرکباتی مانند داره و یه حالت در واقع کنجکاوی برانگیز و دعوت کننده رو توامان بهتون میده. شروعش نوید یک رایحه بخوری قدرتمند رو بهتون میده، همینطور هم هست، اما رایحه بخوری قدرتمندش اصلا حالت اوورپاورینگ، قدر قدرتانه و اذیت کننده نداره و اون حس بی هوایی و خفگی عطر کندور محور رو توی این عطر تجربه نمی کنین، بلکه رایحه چوبی کمی خیس، دراماتیک و سنگین و وزین مثل ادبیات روس بهتون ارائه میکنه و در نهایت شما یک رایحه چوبی و انبری خیلی ناز که روی پوست خیلی خوب بازی میکنه رو دارین که اونم برای چندین ساعت قرار روی پوست شما ادامه پیدا کنه. پرفورمنس. تاور جز اون برندهیه که راجع به پرفورمنسش نیاز نیست نگران باشین، چون برندیه که بر صورت خیلی 4x4 کار میکنه و حسابی پروپیمونه. مخصوصا این عطرش، این سنس اکستریم، میدونی یکی از عطرهای پرفروش تاوره و جز اون عطرهاست که در واقع موندگاری و نشروه بسیار بسیار بالایی داره. مخصوصا نشروش چشمگیرتر از موندگاریش، نشروه خیلی قوی داره و اوایل ویدیو هم گفتم با این که خیلی خوب پراجکت میکنه خودشو، خیلی خوب در واقع پخش میکنه خودشو تو هوا، ولی اصلا حالت اذیت کننده و آزاردهنده نداره. اما باز شما تقریبا سعی کنید از 3-4 تا اسپری بیشتر نزنین. به هر صورت عطر اینسنس اووردوزش اصلا نیاز نیست و جایز نیست. از نظر استایل با این طور عطرای اینسنس خیلی راحت تر میشه کنار اومد تا عطرایی که کندور محور هستن، چون بار احساسی غنی تری دارن و همونجور که توی ویدیو چند بار اشاره کردم شما رو یاد ادبیات روس میندازن و یه حالت دراماتیک خیلی تئاتری دارن. اینجور عطرها رو در واقع میتونیم با یه استایل کلاسیک مود ست کنیم. خوراک در واقع یه استایلی که میتونه کژوال باشه، اما نه کژوالی که خیلی دیگه چیز باشه، خیلی اسپورت و اینا نباشه ترجیحاً. مثلا همین پیرانی که من پوشیدم، یه چارخونه نسبتاً ضخیم که تقریباً پاییزی بهاریه و یه حالت در واقع کلاسیک و در این حال کلاسیک اسپورت داره و هم میتونه تقریباً تو فضای رسمی استفاده بشه، هم میتونه تو فضای در واقع روزمره و کژوال روزمره که میخواد در واقع یه جورای شیک باقی بمونیم و فقط به تیشرت بسنده نکنین استفاده بشه. این اصلا در واقع همینه، یعنی یک استایل سمی فرمال یعنی نیمه رسمی و یک استایل کژوال روزمره که خیلی در واقع اسپورت نیست رو میتونه به راحتی ساپورت کنه. برای خانوم هم همین وضعیت. حالا من به عنوان آقا تو خودم گذاشتم تو اولویت، ولی خب اولویت با خانوم هست همیشه. برای خانوم هم تقریبا همینه. رنگای تیره تر رو این از خیلی خوب میتونه ساپورت کنه، یعنی اگر مثلا خانوما حالا مانتوهای یا روسری خیلی خیلی رنگ و لعابدار میپوشن، یه خورده سعی کنن روی این عطر به اصطلاح با دقت استفاده کنن، یعنی اووردوز نکنی حداقل. ولی خب استایلای رنگ تیره یا تک رنگ رو خیلی خیلی خوب جواب میده.
پیش از اینکه ویدیو رو تمام کنیم یادآوری میکنم اگر میخواین عطر اینسنس اکستریم رو تهیه کنین از طریق لینک اینستاگرامی که تو قسمت توضیحات یا دسکریپشن همین ویدیو گذاشتم با فروشگاه The Perfume Land توی اینستاگرام تماس بگیرید، فروشگاه سرزمین عطر کرمان، و عطرتون اونجا میتونین تهیه کنین. خرید خوبی داشته باشین، با ما باشین در سمور با عطر و ریویو های دیگه. فعلا.